نهادهای حکومت جمهوری اسلامی و خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که تصور می کردند موج تظاهرات شبانه به پایان رسیده و دندانهای خود را برای قلع و قمع آزادی پوشش زنان در هفته آینده آماده کرده بودند، با خیزش مجدد مردم روبرو شدند و در بهت فرو رفتند. مردم با وجود تلاش حکومت برای جلوگیری از حضور مردم مقابل منزل جاویدنام حمیدرضا روحی و به رغم حضور گسترده نیروهای امنیتی در منطقه به مناسبت سالگرد تولد او در چهارشنبه شب روبروی منزل وی در محله شهر زیبای تهران حضور یافتند. حمیدرضا روحی 19 ساله و دانشجوی عمران دانشگاه آزاد شهر قدس بود که در اعتراضات پنجشنبه شب 26 آبان ماه 1401 در شهر زیبا با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. ماموران امنیتی همچنین ورودی اتوبان حکیم به شهر زیبا را همزمان با تجمع معترضان بستند تا از پیوستن مردم به معترضان جلوگیری کنند. آنها به معترضان نیز حمله کردند. شعارهای معترضان تند بود و حکومت و رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفته بود. بسیاری از زنان نیز بدون حجاب در این تظاهرات شرکت کرده بودند و به خط و نشانهای حکومت علیه حجاب اجباری عملاً پاسخ منفی قاطع دادند. علی روحی پدر حمیدرضا روحی روز گذشته با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت: پسرم، شب تولدت جشنی برپاست، جشنی که سبزی رنگ سبز چشمانت رنگ سیاه آسمان ایرانمان را کنار زده تا با نور خود شبهای تیره و تاریک را مانند روز روشن و درخشان نماید. این تظاهرات در حالی به وقوع پیوست که چالش‌ها و فشارها پیرامون مسئله حجاب اجباری زنان همچنان ادامه دارد. پس از اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص وجوب حجاب و همچنین فشارها از ناحیه افراد حکومتی و باورمند به حجاب اجباری در خصوص ضرورت برخورد با افراد بی‌حجاب و صدور اطلاعیه‌های متعدد در خصوص قطع خدمات به افراد بی‌حجاب، این بار حیدر آسیایی رئیس کل دادگستری گلستان هم سخنان علی خامنه‌ای را حجت در زمینه حجاب دانست و اظهار داشت از این به بعد دیگر هیچ عذری برای اهمال در برخورد با بی‌حجابی پذیرفته نیست. آسیایی با اشاره به اینکه بی‌حجابی در اماکن عمومی جرم مشهود است گفت: تکلیف پلیس در مواجهه با آن کاملا مشخص است. او گفت برخورد با بی‌حجابی فقط وظیفه انتظامی و سپاه و دادگستری نیست. در همین حال انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیسی هم با بیان این موضوع که برای مسئله حجاب ستادی در وزارت کشور تشکیل شده گفت این ستاد بیشتر جنبه‌های آموزشی، مهارت آموزی و پشتیبانی دارد. خزعلی نیز با اشاره و استناد به سخنان علی خامنه‌ای گفت رهبری به خوبی مشخص کرده که حجاب یک امر دینی است. با این حال مقاومت‌ها در مقابل حجاب اجباری در مدارس همچنان ادامه دارد. معصومه ابتکار معاون اسبق امور زنان ریاست جمهوری در واکنش به بیانیه آموزش و پرورش در خصوص عدم ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزانی که مقررات پوشش را رعایت نمی‌کنند، حق بر آموزش را از حقوق بشر و از اصول قانون اساسی ایران دانست و تصریح کرد نمیتوان از آموزش افراد جلوگیری کرد. ابتکار در واکنش به این بیانیه تصریح کرد حق بر آموزش از حقوق بشر و نیز از اصول قانون اساسی ایران است. وی همچنین خاطر نشان کرد که از سال 96 این پیشنهاد مطرح شده که در کلیه مدارس مانند مدارس خاص و مدرسه حداد عادل حجاب در مدارس دخترانه اجباری نباشد. وی افزود روی این پیشنهاد پیگیری و پافشاری انجام شده اما تنگ نظران متحجر از آن ممانعت کردند. وی افزود از نظر شرعی هم نمیتوان در محیطی که نامحرم نیست افراد را مجبور به رعایت حجاب کرد. این اظهارات تاکنون بارها توسط کارشناسان و تحلیلگران و در مواردی مسئولان تکرار و بر آن تاکید شده است، اما واقعیت این است که حتی مدیران اجرایی سطح خرد نیز از اجرای چنین مواردی خودداری می‌کنند و به واسطه نگاه‌های بسته‌ای که دارند عملاً و عمدتاً از انجام آن خودداری می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بارها بر ضرورت رعایت حجاب در فضاهای عمومی تاکید کردند، اما واقعیت این است که راهکاری هم برای اجرایی و عملیاتی کردن آن وجود ندارد و در شرایطی که جمهوری اسلامی امکان برقراری گشت ارشاد را ندارد، بعید است که تنها به واسطه گروه‌های ارشادگر بتواند مسئله حجاب را به عقب برگرداند. جلوگیری از خدمات رسانی به زنان هم گرچه برای جمهوری اسلامی امکان پذیر و شدنی است، اما آتش زیر خاکستر اعتراض و خشم عمومی را شعله برتر خواهد کرد و حکومت را با بحران جدید روبرو خواهد ساخت. در حالی که حکومت جمهوری اسلامی قصد دارد از هفته آینده دور جدیدی از مجازات‌ها و محدودیت‌ها را علیه افراد بی‌حجاب آغاز کند و از همکنون پلمب مغازه‌ها و محل‌های عمومی بخش خصوصی را آغاز کرده، مقاومت جامعه در مورد مسئله حجاب اجباری افزایش یافته است. جدا از برخورد تند مردم با ماموران تذکردهنده و رقص عمومی زنان و مردان در خیابان‌ها، در آخرین تحول در این زمینه به دنبال تعلیق اعضای کتابخانه ملی به خاطر نداشتن حجاب، تجمعی از سوی اعضای کتابخانه ملی در اعتراض به این موضوع انجام شد و عده‌ای نیز دست به تحصن زدند. برخی اعضای مرد نیز در همبستگی با زنان روسری سر کرده و در آخر روسری‌ها را در حوض پرتاب کردند. چندی پیش نیز حدود 1000 عضو کتابخانه ملی در نامه‌ای به تعلیق عضویت برخی اعضا به خاطر حجاب اعتراض کرده بودند. کتابخانه ملی به این اعتراضات واکنش نشان نداده. این در حالی است که حکومت هنوز جرأت نکرده در خیابان‌های شهرهای بزرگ از ماموران خود بهره ببرد و می‌داند که این کار درگیری‌ها را افزایش خواهد داد. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی حملات تبلیغاتی خود علیه زنان بی‌حجاب را افزایش دادند. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در عین حالی که گفت چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بر روی مسئله حجاب تاثیرگذار است، در عین حال بدون هیچ سند و مدرکی مدعی شد برخی از زنان و دخترانی که حاضر به تحمل حجاب اجباری نیستند و بدون حجاب اجباری در عرصه عمومی ظاهر می‌شوند، وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه هستند. همچنین محمد مصدق، معاون اول رئیس قوه قضاییه، نیز مدعی شد دستگاه قضایی با معاندان و هنجار شکنانی که با سرویس‌های جاسوسی در ترویج بی‌حجابی در ایران همکاری دارند، به طور جدی برخورد خواهد کرد. با بسته دانستن موضوع بی‌حجابی به مسئله جاسوسی تاکتیک جدیدی است که نشان می‌دهد مقام‌های حکومتی قصد دارند با دو قطبی سازی سرکوب زنان را شدت ببخشند، اما بعید است در این مسیر موفق شوند و همه ناظران معتقدند که این می‌تواند باعث شکست مردان حکومت جمهوری اسلامی شود، زیرا زنان تنها جریانی هستند که در همه چالش‌ها در نهایت بر حکومت غلبه کردند. بعد از چندین سال تلاش و بعد از انجام توافق شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با همتای عربستانی در ماه گذشته، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان امروز پنجشنبه در پکن با یکدیگر دیدار کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که شب گذشته در صدر هیئتی وارد پکن شده بود، با فیصل بن فرهان همتای عربستانی خود دیدار کرد و بعد از آن امروز صبح پنجشنبه نشست هیئت‌های دو کشور به ریاست وزیران امور خارجه ایران و عربستان برگزار شد. در این نشست دو وزیر بر از سرگیری روابط دو جانبه، گام‌های اجرایی در مسیر بازگشایی سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های دو کشور در جده و مشهد تأکید کردند. در متن بیانیه پایانی همچنین طرفین متعهد شدند در ایجاد امنیت، ثبات و شکوفایی منطقه تشریک مساعی داشته باشند و بر فعالسازی دو موافقت نامه همکاری‌های امنیتی و موافقت نامه عمومی همکاری بین دو کشور متعلق به دوره محمد خاتمی تأکید شد. همچنین قرار است هیئت‌های فنی برای بررسی از سرگیری پروازها و تسهیل اعطای روادید برای شهروندان دو کشور هماهنگی‌های لازم را ادامه دهند. در پایان تهران و ریاض آمادگی خود را
برای از بین بردن همه موانع پیش روی گسترش همکاری بین دو کشور اعلام کردند. در پایان نشست دو طرف کمال تشکر و قدردانی را از طرف چینی به خاطر میزبانی این نشست ابراز داشتند. همچنین دو طرف از کشور سوئیس به خاطر تلاش‌های به عمل آمده برای حفاظت منافع عربستان و ایران تشکر نمودند. همچنین وزرای خارجه دو کشور از یکدیگر برای بازدید از پایتخت‌هاشان دعوت کردند. تنش‌ها با ایران که آن زمان هنوز در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بود، با اعدام یک روحانی برجسته شیعه توسط عربستان سعودی در سال 2016 تشدید و تیره شد و وقتی معترضان حامی حکومت به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران یورش بردند، ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد. با آنکه دو طرف گام‌های بلندی برای بهبود روابط خود برداشتند، ولی همچنان ابهام‌هایی در این زمینه وجود دارد. نخست آنکه اگر در طرح صلح عربستان با حوثی‌ها کار درست پیش نرود، کار بسیار پیچیده خواهد شد. همچنین پیشرفت گسترده برنامه هسته‌ای ایران مسئله است که می‌تواند عربستان را به طور جدی نگران کند. در این حال تنش‌زدایی با ایران، برقراری مجدد روابط با سوریه و پایان دادن به سال‌ها جنگ در یمن می‌تواند موقعیت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را ارتقا بخشد و در این حال ممکن است مخالفان این وضعیت با روش‌های مختلف در درون حاکمیت دو کشور و نیز از سوی قدرت‌های خارجی بخواهند در این زمینه کارشکنی کنند، زیرا افزایش قیمت نفت توسط عربستان با هماهنگی روسیه و توافق با ایران با میانجیگری چین برای برقراری مجدد روابط عربستان با ایران همچنین فرصت جدیدی را برای محمد بن سلمان فراهم کرد تا به آمریکا نشان دهد که دیگران هم می‌توانند سیاست خاورمیانه را شکل دهند و همین می‌تواند واکنش منفی این کشور را به همراه داشته باشد. روز پنجشنبه بسیاری از معلمان در شهرهای مختلف کشور مقابل اداره آموزش و پرورش شهرهایشان از جمله تهران، کرج، اهواز، کرمانشاه، همدان، ملایر و نیشابور در پاسخ به فراخوان گروه پیگیری مطالبات فرهنگیان استان تهران تجمع کردند و خواستار آزادی همکاران زندانیشان، دریافت 6 ماه اضافه کاری و اصلاح آیین‌نامه رتبه بندی بودند. در کرج تجمع معلمان با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده و منجر به پراکندگی معترضان شد. گروه پیگیری مطالبات فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان تهران با انتشار بیانیه‌ای دولت، نمایندگان مجلس و شخص وزیر آموزش و پرورش را مسئول مستقیم مشکلات جامعه فرهنگیان دانست. پیش از بازگشایی مدارس این گروه طی فراخوانی از معلمان خواسته بود که از روز 14 تا 17 فروردین کلاس‌های درس را تحریم کنند. در این میان و در تحولی دیگر محمد حبیبی که علاوه بر عضویت در هیئت مدیره مسئولیت تشکیلات کانون صنفی معلمان ایران را نیز بر عهده دارد و در 19 بهمن سال گذشته پس از 10 ماه حبس از زندان آزاد شده بود، به گفته همسرش خدیجه پاکسمیر پس از دستگیری در مسیر انتقال به زندان اوین توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. به گفت 4 نفر از ماموران اداره اطلاعات غرب استان تهران با حضور در مدرسه و در دست داشتن حکم بازداشت، همسرم محمد حبیبی را بازداشت و جهت تفتیش خانه به خانه آوردند و با فحاشی نسبت به ایشان و بنده وی را به بند 209 زندان اوین منتقل کردند. او افسود که ماموران آقای حبیبی را برای تفتیش خانه به منزل آوردند و با فحاشی نسبت به این زوج این کنشگر را به بند 209 اوین منتقل کردند. حکومت با بحران جدی در ارتباط با معلمان قرار گرفته و استعفای وزیر یوسف نوری نیز نشان دهنده افزایش بحران در این وزارتخانه است و سرکوب معلمان نیز چالش زیادی برای حکومت به همراه خواهد داشت. در ادامه اقدام دولت ابراهیم رئیسی در خصوص عدم تغییر ساعت کاری در فصل بهار و تابستان، دولت در اقدامی عجیب اقدام به تغییر ساعت کاری ادارات در فصل تابستان کرد و ساعت کاری در فصل تابستان را از ساعت 8 صبح به ساعت 6 بامداد تغییر داد تا در غیر کارشناسانه ترین اقدام ممکن اختلاف ساعت کاری بین ایران و دنیا را به بیش از 3 ساعت افزایش دهد تا همزمان با شروع ساعت کاری در اروپا ادارات و شرکت‌های ایرانی به ساعت پایانی کاری خود نزدیک شوند.
در این اقدام غیر کارشناسی که با عدم تغییر ساعت‌ها در ایران هم همراه شده است، ساعت 6 صبح که ساعت شروع کاری ایران است، در اروپا ساعت 4:30 صبح است و ساعت 9 صبح در اروپا که شروع ساعت کاری اروپا است، ساعت 10:30 صبح و نزدیک به پایان ساعت کار در ایران است و 2 ساعت پس از آغاز کار در اروپا، ادارات و سازمان‌ها در ایران تعطیل می‌شوند. این در حالی است که امکان چنین تغییر ساعتی برای شرکت‌های خصوصی و بازرگانی وجود ندارد. ضمن اینکه اصناف هم امکان آغاز کار از ساعت 6 صبح را ندارند و این اختلاف ساعت بین بخش‌های مختلف کاری در کشور که موجب می‌شود هر بخشی از کشور بدون نظم و ترتیب خاصی و بدون پیش‌بینی‌های لازم مدیریتی در یک ساعت متفاوت کار خود را شروع کند، طبیعی است که چالش و مشکلات متعدد و شدیدی را برای کشور ایجاد خواهد کرد. به نظر می رسد که تغییر ساعت کاری به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق ایجاد شده است، اما به گفته کارشناسان این مدیریت مصرف به راحتی به واسطه تغییر ساعت‌های کاری قابل تحقق بود و نیازی به این که ساعت کاری ادارات شرکت‌ها و سازمان‌ها به ساعت 6 صبح انتقال یابد نبود. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو که این خبر را در همایش سراسری مدیران ارشد وزارت نیرو اعلام کرده، گفته است ساعت کار ادارات در زمان اوج مصرف برق در تابستان امسال بر اساس مصوبه هیئت دولت از 15 خرداد تا 15 شهریور سال جاری 6 بامداد تا 13 خواهد بود. وی همچنین اظهار داشت 1 ساعت قبل از پایان کار ادارات دستگاه‌های سرمایشی خاموش خواهد شد. این به آن معناست که کارمندان ادارات مجبور خواهند بود که در ساعت 12 تا ساعت 1 که گرم‌ترین ساعت‌های روز هستند، کار خود را در گرمای بالای 40 درجه انجام دهند. این لجبازی برای عدم تغییر در ساعت‌های کاری که دولت ابراهیم رئیسی در انجام آن اصرار داشت، جز ایجاد نابسامانی بیشتر در وضعیت کاری ادارات و ناهماهنگی بیشتر با جهان، دستاورد و نتیجه دیگری نخواهد داشت و با تغییر ساعت‌های کاری، عملاً ساعت‌های کاری مشترک ایران با جهان به حداقل می‌رسد. حکومت به خاطر مسائل شرعی حاضر نشد با تغییر فصل ساعت‌ها را تغییر دهد و اکنون در سرگیجه کامل قرار دارد. به گزارش رویترز، پس از حمله موشکی بامداد روز پنجشنبه از خاک لبنان به سوی شهرهای شمالی اسرائیل و در حالی که تنش میان اسرائیل و فلسطین پس از حمله پلیس به مسجد الاقصی در بیت المقدس بالا گرفته و بیم آن می‌رود که از کنترل خارج شود و شرایط را در منطقه بحرانی تر کند، ارتش اسرائیل بامداد امروز جمعه به تلافی حملات موشکی که گروه اسلامگرای حماس را مسئول آن می‌داند به مناطقی در لبنان و غزه حمله کرد. ارتش این کشور ضمن رهگیری و منهدم کردن یکی از موشک‌های اخیر، جنوب لبنان را هدف بمباران قرار داد. اغلب شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در جنوب لبنان مستقر هستند و موشک پرانی از این منطقه به سمت اسرائیل موجب تشدید نگرانی ها شده است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان هم پرتاب‌های موشکی متعدد از جنوب این کشور به سمت اسرائیل را با انتشار بیانیه‌ای تایید کردند. طبق این بیانیه، ارتش اسرائیل به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان اطلاع داده که در واکنش سامانه دفاعی ارتش خود را فعال کرده است. در این میان و به دنبال حمله پلیس اسرائیل به مسجد الاقصی و زخمی شدن ده‌ها فلسطینی، استفان دوجاریک روز گذشته اعلام کرد که وی از دیدن تصاویر خشونت نیروهای اسرائیل در حین یورش به این مسجد شوکه شده است. ساعتی پس از انتشار خبر یورش پلیس اسرائیل به مسجد الاقصی، سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ضمن محکوم کردن این حمله خواستار فشار بین المللی بر اسرائیل شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از جلسه کابینه امنیتی گفت پاسخ ما به این حملات دشمنان اسرائیل را مجبور خواهد کرد تا بهای سنگینی بپردازند. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل نیز گفته است اسرائیل برای رویارویی با هر تهدیدی آماده است. ارتش اسرائیل دولت لبنان را مسئول هر گونه حمله از خاک آن به اسرائیل دانست و گفت به سازمان تروریستی حماس اجازه فعالیت از لبنان را نخواهد داد. ودان پاتل معاون اول سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت ما حمله‌های موشکی از ناحیه غزه و لبنان به اسرائیل را به شدت محکوم می‌کنیم. تعهد ما در حفظ امنیت اسرائیل
اجتناب ناپذیر است و عقیده داریم که اسرائیل از حق قانونی خود در برابر هر گونه اقدام تنش‌آفرین برخوردار است. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحبوحه نگرانی از گسترش بیشتر این رویارویی پس از یک سال افزایش خشونت بین اسرائیل و فلسطین جلسه ای را برای بحث در مورد این بحران برگزار کرد. رابرت وود معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در راه ورود به جلسه به خبرنگاران گفت برای همه مهم است که هر کاری که می توانند برای کاهش تنش‌ها انجام دهند. نماینده ویژه چین در امور خاورمیانه روز پنجشنبه گفت چین نگران تشدید تنش میان اسرائیل و فلسطین است و از همه طرف‌ها به ویژه اسرائیل می‌خواهد خویشتنداری کند. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان نیز با صدور بیانیه‌ای هر گونه عملیات نظامی از خاک این کشور را که ثبات را به خطر می‌اندازد محکوم کرد، اما حزب الله تاکنون هیچ اظهار نظری نکرده است. پیشتر هاشم صفی‌الدین یکی از مقامات ارشد حزب الله در روز پنجشنبه قبل از شلیک موشک‌ها گفته بود هر گونه تجاوز به مسجد الاقصی کل منطقه را به آتش می‌کشد. افزایش تنش‌ها و وضعیت امنیتی شرایط را برای نتانیاهو که به تازگی اعتراضات گسترده‌ای علیه تصمیمات دولتش صورت گرفته بود پیچیده‌تر خواهد کرد. با این حال یاری لاپید رهبر مخالفان گفته که دولت می‌تواند پس از حمله موشکی روی حمایت فراحزبی حساب کند. به گزارش رویترز و CNN بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود که در آینده نزدیک شوک‌های متعددی ناشی از بحران‌های مکرر جهان را به یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های رشد در دهه‌های اخیر بکشاند، یعنی زیر 3% در سال 2023. این صندوق پیش‌بینی‌های خود برای سال 2023 را روز سه‌شنبه منتشر خواهد کرد. کریستالینا جورجیا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در مصاحبه‌ای گفت که در مواجهه با تورم مدام، بانک‌های مرکزی نباید با وجود ریسک‌هایی که ممکن است برای بخش مالی ایجاد شود، عقب‌نشینی کنند و افزود در حال حاضر قرار نیست که بانک‌های مرکزی مجبور به عقب‌نشینی در مبارزه با تورم باشند، زیرا تورم هنوز وجود دارد و تا زمانی که به اندازه کافی کاهش نیافته، بانک‌های مرکزی باید به افزایش نرخ بهره ادامه دهند. وی گفت با وجود همه مسائل، اقدامات بانک‌های مرکزی آسیب‌پذیری بخش مالی را برجسته کرده است. چه در سوئیس و چه در ایالات متحده، بانک‌های مرکزی باید برای تضمین مالی بیشتر تلاش کنند، در این حال به دنبال کاهش تورم هم باشند. طی ماه گذشته افزایش نرخ بهره در ایالات متحده توسط فدرال رزرو باعث ورشکستگی بانک سیلیکون ولی شد. فدرال رزرو نرخ بهره را بین 4.75% و 5% نگه داشته است. در پی ورشکستگی بانک سیلیکون ولی، بانک کردیت سوئیس هم دچار مشکل شد. خانم جورجیوا تاکید کرد که اگر ریسک ها قابل توجه باشد، بانک های مرکزی باید تصمیم بگیرند که مبارزه با تورم تا چه اندازه باید بر ثبات مالی اولویت داشته باشد. به گفته او، اقتصاد جهانی اکنون به ویژه به دلیل تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین با ریسک چند پارگی مواجه است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، جنگ تجاری 0.4% از رشد جهانی در سال گذشته هزینه داشته است. خانم جورجیوا گفت ما انتظار داریم که طی 5 سال آینده رشدی حدود 3% داشته باشیم که ضعیف‌ترین چشم‌انداز میان مدت از سال 1990 تا کنون است.